سلاح‌های اختصاصی خودش وارد میکنه. گفته بودیم که سپاه اهرام و نیروی اصلیه، حفظ ولایت فقیه هست و جوابش هم در ارتش آزادی است. مگه در این سالها سپاه پاسداران قبضه نکرده عملا صنعت نفت رو؟ سپاه چه کار دارد به دکل‌های حفاری که پروژه ساخت 10 تاش رو به عهده گرفته؟ چه کار داره به واحدهای پتروشیمی؟ چه کار داره به خطوط انتقال گاز؟ چه کار داره به احداث تلمبه‌خانه‌های نفتی؟ شرکت‌های حفاری، شرکت‌های پالایش، شرکت کیش اویل اورینتال، به سهام پتروشیمی کرمانشاه، به ساختمان مخازن نفتی در خارک و 11 شهر دیگه. حداقل برآورد در مورد قاچاق‌های سالانه سپاه 12 میلیارد دلار است. اینها کجا می رود؟ اینها صرف چی می شود؟ مگر وقتی رژیم آپارتاید رو در آفریقای جنوبی آمریکا و انگلستان تحریم کردند، قدردانی و تشکر ماندلا رو برنیانگیخت؟ خب تحریم این رژیم مقدمه تغییرشه. کسی که تغییر رو نمیخواد البته که با تحریم هم مخالفه، اما خواست مردم ایران چیست؟ واقعا چیزی کمتر از سرنگونی؟ هرگز. ولی حالا چرخ تحریمات به حرکت در آمده و اون دفعه صحبتش رو کردیم که بعد از قطعنامه در 3 سطح به جریان خواهد افتاد و الان رسیدیم به اتحادیه اروپا که یکی دو روز پیش تصویب کردند و باید در همین ایام اعلام رسمی هم بشود. بی خود نیست که احمدی نژاد همین دیروز یا پریروز حتی روسیه رو هم از لنگ‌ولگت‌های خودش بی نصیب نگذاشت و گفت حرفایی که رئیس جمهور روسیه میزنه آگهی نمایشنامه تبلیغاتی است که قرار آمریکا اجرا کنه و رئیس جمهور روسیه کلید زد و میگوید که بذار همه حنجره هاشون رو فعال کنند، ما سر سوزن عقب نمی نشینیم و این آرزو رو به گور خواهند برد. و این جمله احمدی نژاد است که آمریکایی ها با ما بدند، حالا اینها هم میان توی صحنه برای خودشون جفتک و وارو می زنند. خب حرفای این پاسدار بیدنده و ترمز دیگه احتیاج به تفسیر و تعبیر نداره. ترس و وحشت رژیم رو به صورت معکوس، به زبان معکوس خیلی خوب نشون میده. بعد هم گفته است که خیلی برنامه ها علیه ما دارند که من به زودی افشا خواهم کرد. بسیار که میخوان برخی کشورها رو بهش حمله بکنند و یک سناریویی است و هدفش ایران است، منظورش رژیمه. بعد هم اون شکلک های بی محتوا که ما به زودی در فلان سال یک انسان رو به فضا پرتاب خواهیم کرد که باید از رژیم پرسید آیا مطمئن هستید که قبل از این که شما یک انسانی رو در ماه فرود بیاورید خودتون در چاه سرنگون نخواهید شد؟ تماما ترس، وحشت و لرزه سرنگونی است.
به همین خاطر هر روز که میگذره هر چقدر که رژیم در سراشیب سرنگونی تندتر و بیشتر قدم برمیداره علیه اشرف و قیام، علیه مجاهدین و مقاومت ایران، بیشتر و بیشتر بلجن پراکنی و توطئه و هر کاری که از دستش بر بیاد مبادرت میکنه، چون در فاز ریزش و سرنگونی شما دیگر برای او غیر قابل تحمل هستید، در شما فنای مفتوم خود را میبیند. یکی از برجسته ترین حمایت ها و دفاع از اشرف و مجاهدانش و حقوقشون در همین اثنا 480 هزار مردم دیالی بودند که خواستار لغو این محاصره ضد انسانی شدند و خواستار به عهده گرفتن حفاظت اشرف از طرف ملل متحد و تضمینش از طرف نیروهای آمریکایی، با تصریح بر این که طبق بیانیه‌های پارلمان اروپا، شورای اروپا و اکثریت‌های پارلمانی در کشورهای مختلف جهان، موقعیت قانونی ساکنان اشرف به عنوان افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو باید به رسمیت شناخته بشه. ببینید که رژیم تا کجا از این کلان ضربه هم در خود میپیچد. آخه یک سال و نیمه که اشرف در محاصره مطلق و کامله. وقتی محاصره کامل نبود، اون بیانیه بسیار مهم 450 هزار نفر رو داشتیم در همین استان دیالی و 3 میلیون شیعه رو و 5.2 میلیون مردم عراق رو. عجبا که در محاصره مطلق، در حالی که مزدوران رژیم و انجمن نجاست جلوی در هستند، در حالی که رژیم و عواملش از هیچ رذیلت و فضیحتی کوتاهی نکردند، باز هم این مردم عراق هستند و عشایر عراقی و روشن فکران و اطباء و وکلا و اساتید و دانشگاهیان و دانشجویان که فقط در یک استان، همین استان، این چنین به دفاع از اشرف و مجاهدانش برمی‌خیزند. همه امضا کنندگان هم چنان که در بیانیه دبیرخانه شورای اشعار ملی عراق اومده بود و در بغداد در کنفرانس مطبوعاتیشون هم اعلام کردند، همه امضا کنندگان 18 سال به بالا دارای اسامی و آدرس‌های مشخص تأیید شده به وسیله شیوخ یا معتمدین عشایر یا حقوقدانان و وکلای عراقی که از اتحادیه بین المللی وکلا و انجمنهای